بسیاری از پیشگویان زمان دقیق آخرین نبرد خیر و شر را تعیین کردند. پس از مرگ آنتوان لاوی، پایه‌گذار شیطان پرستی نوین و خبردهنده حکومت جهانی شیطان در 2012، پیتر گیلمور ریاست کلیسای شیطان پرستی را بر عهده گرفت که از سال 1990 شاهد حضور شیطان پرستان در کابینه دولت‌های غربی هستند. آنها با افتخار علائم شیطان پرستان را به کار می‌برند. بخشی از نشانه‌های به کار رفته توسط گروه شیطان پرستان علائم مقدس سرنگون شده می باشد، مانند صلیب برعکس شده و ستاره پنج پره رو به پایین، و گروه دیگر از علائمشان علائم باستانی سایر اقوام مانند کلید آن که در مصر باستان برای ورود و راهیابی به دنیای پس از مرگ به کار می رفته، و یا صلیب شکسته یا اسفاستیکا که پیش از بکارگیری ارتش نازی علامتی باستانی و نماد عناصر اربعه و خورشید گردان بوده است. ابلیسک‌های شیطان نماد پاگانیسم در مصر باستان می باشد که در رمی جمرات شاهد سنگسار آن توسط مسلمین بودیم، که خود نشانه حلول شیطان در روح انسان و نیرو گرفتن از او می باشد. به کارگیری علائم شناخته شده، رفتار و نوع لباس پوشیدن چیزی است که در تمامی جوامع متاسفانه شاهد آن هستیم. اکنون پیوند عمیقی در مشترکات منافع فراماسونرها، شیطان پرستان و کابالیست‌های یهودی وجود دارد. هر سه گروه و تمام گروه‌های الحادی بر این اهداف مصر هستند. از بین بردن تمام ادیان الهی، به دست گرفتن اقتدار حکومت‌های جهان، تخریب مسجد الاقصا و ساخت معبد سلیمان بر روی آن، و نهایتاً برقراری حکومت شیطانی و به قدرت رسیدن دجال. شیطان پرستان برای خود کلیسا و انجیل خاص دارد و بر اساس اعتقاداتشان سرانجام لوسیفر با مسیح به تعامل و مصالحه خواهند رسید و مسیح زمین و زمینیان را در سهم لوسیفر قرار خواهد داد و به او واگذار خواهد کرد. تا کنون چندین بار از طرف ارتش صهیونیست اقداماتی برای تخریب مسجد الاقصا قبله تمام ادیان صورت گرفته، اما هر بار با مقاومت و مخالفت مسلمین فلسطینی ناکام مانده. برخی از گروه‌های سیاسی با بالو پر دادن به این فرقه شیطانی از قدرت آنها برای از بین بردن ادیان ابراهیمی بهره می‌برند و این قدرت آنها را بیشتر می‌کند. به نظر می‌رسد آخرین نبرد بین خیر و شر پیش از ظهور در میان فرقه‌های شیطان پرست و خدا پرست رخ خواهد داد. آن نبردی است که هم‌اکنون آغاز گردیده و اوج آن در زمان ظهور رخ می‌دهد. و با دست مبارک آخرین منجی سر شیطان از بدنش جدا خواهد شد و یاوران شیطان را در به حکومت رسیدن ناکام می‌گذارد و پرچم عدل و یکتاپرستی را بر روی زمین مستقر می‌گرداند و همگی به دین آخرین پیامبر وارد می‌شوند و ایمان می‌گردند. و این چنین سلطنت صالحان بر روی زمین آغاز می‌شود.